سلام، پیمان کشاورز صد مدرس درس عربی از مدرسه مجازی روشنگر در خدمت شما هستیم و جلسه سوم درس دوم عربی دهم انسانی برای شما شاگردان عزیز رشته انسانی سال دهم قرار هستش که به روال همه جلسه سوما، همه جلسه سومای تمام دروس در همه پایه‌ها بیایم تمرینات رو حل بکنیم. ما ترجمه رو انجام دادیم، قواعد رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم کل تمرینات رو با همدیگه حل بکنیم، نه فقط چیزی که کتاب از ما خواسته، بلکه در کنار اون اگر حتی جمله هم معنا نشده و از ما نخواسته که معنا کنه، ما معنا میکنیم براتون و به علاوه این که آنالیز قواعد هم داریم انجام میدیم. یعنی راجع به عدد هر چی جمله وجود داشته باشه به طور کامل قرار هستش که با هم دیگه بررسیش بکنیم. بریم به سراغ تمرین اول که عنوانش هست اکتوب عملیات الحسابیت تالیه بالاعداد کالمثال. میگه عملیات حسابی یعنی چی؟ یعنی چهار عمل اصلی رو انجام بده با اعداد. مثل چی؟ مثل مثال. خب اول از همه که الان مثال رو با هم دیگه نگاه میکنیم، اول از همه که برای ما چهار عمل اصلی رو نام برده، یعنی داره میگه آقا اگر من میخوام چهار عمل اصلی رو بررسی بکنم باید به علاوه و منها و تقسیم و ضرب رو که باید بلد باشم، که به علاوه میشه زائد زیاد میشه، منها میشه ناقص نقصان پیدا میکنه کم میشه، تقسیمون علا که همون تقسیم بر دیگه تو فارسی دیگه، همون علاش فقط شده بر، و ضربون فی هم میشه ضرب در. حالا بعضی وقتا ممکنه همون فی رو بگیره، ما در فارسی هم میگیم آقا عکس 3 در 4، یعنی 3 ضرب در 4، این میشه در واقع اون مساحت اون قطع عکسی که ما داریم. خب یه یساوی هم داره و بقیهش همه عدد هستش. یه نکته ای که راجع به این عددها هست، مثل عشرتون فی ثلاثه یساوی 30، خیلی از من مثال خوبی هم هست که ازش پیدا میکنیم، اینه که ما اینجا چون چهار عمل اصلیه عدد رو به طور مطلق داریم بررسی میکنیم، همراه معدود که نیستش، که نمیگم 10 تا از یه چیز ضرب در 3 تا از یه چیز، میگم 10 ضرب در 3، درست شد؟ عشرتون میشه 10، ثلاثه میشه 3 و 30 هم میشه 30. خب فرض رو بر این میگیریم که اگر قرار بود معدودی باشد، اون معدود چیه؟ اون معدود انگار مذکره، واسه همین من عشرتون استفاده کردم، چون عدد 3 تا 10 از نظر جنس برعکس میشه دیگه، درسته؟ پس بعد مؤنث بیاد، انگار یه معدود مذکر داره. فی که میشه ضرب، یساوی هم که میشه مساوی، پس میشه 10 ضرب در 3 مساوی با 30. از ما دقیقا همین رو میخواد. اینم مثالی هست که توی کتاب برای شما آورده. حالا عیناً همه رو به همین شکل بررسی میکنیم. این دیگه خب ترجمهش همون جوابه. عددها هم که وقتی که راجع به اعداد چهار عمل اصلی داریم صحبت میکنیم، عددها همه هم عددهای اصلی هم دیگه، ما اینجا عدد ترتیبی هم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. بریم به سراغ شماره 2. تسعون. تسعون یه عدد عقوده، به معنای 90. ناقص تون عملات یا چهار عمل اصلی ناکن بالا نقصان پیدا میکنه، کم میشه، به معنای منهاست. عشرتن به معنای 10، یساوی هم که مساوی، و 80 هم باز دوباره یه عدد عقود هست به معنای 80، پس میشه 90 منهای 10 مساوی با 80، همونطور که داریم میبینیم. شماره 3 رو با هم دیگه نگاه کنیم. مئت به معنای 100، بچه ها مئت به معنای 100. عددهای بالای 100 هم ویژگی های خودشونو دارن، معدودشون اگر که و نباشه بینشون میشه جمع، میشه مفرد و مجرور، اگر که و باشه بینشون بازم همون مفرد و منصوب، مثل همون 11 تا 99 هست. اینجا که چهار عمل اصلی و وقتی من دارم استفاده یه رابطه ریاضی دارم پیدا میکنم که اصلا معدودش دیگه محلی از اعراب نداره. معتون میشه 100، تقسیمون علا که همون تقسیم بره، خمستن 5 هستش، یساوی مساوی، و 20 هم یه عدد عقود هست به معنای
20. 100 تقسیم بر 5 مساوی با 20. بریم به سراغ شماره 4. 6 فی 11 یساوی 66. 6 به معنای 6، فی یعنی ضرب، فی مساوی با در واقع معناش میشه ضرب در، همون ضرب. 11 11 یساوی هم که همون مساوی هست. 66 یه عدد معطوفه، عددی که بینش و وجود داره. 66 60 60، پس 66 میشه 66. 6 ضرب در 11 مساوی با 66. همچنان دو تا دیگه در این تمرین داریم و شماره 5ش. 75 زائد 25 یساوی 100. 75 یه عدد معطوفه، 500 میشه 5، 70 میشه 70، پس 75 میشه 75. زائد که به معنای به علاوه هست، زیاد میشه. و 25 هم باز دوباره یه عدد معطوفه، 505 20 20، پس 25 میشه 25. یساوی هم که مساویه و مئت هم که به معنای 100 هست، میشه 75 به علاوه 25 مساویه با 100. به سراغ بعدی میریم، شماره 6 که آخرین در واقع تمرین از تمرین اول ما هستش. اسنان و سمانون باز دوباره یه عدد معطوفه، اسنان به معنی 2، سمانون به معنی 80، پس اسنان و سمانون میشه 82. تقسیم الا هم که همون تقسیم بر، اسنین 2 هستش، یساوی هم که مساوی است با واحدن و اربعین. واحد به معنی 1، اربعین به معنی 40، پس واحدن و اربعین میشه 41. 82 تقسیم بر 2 مساوی با 41. این از تمرین اول ما. میریم به سراغ تمرین ثانی، ببینیم عنوانش چی گفته بهمون. اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا. خب جای خالی برای من گذاشته، با توجه به معنای جمله‌ای که داره میگه یه عدد ترتیبی اونجا قرار بده، عدد ترتیبی مناسب. بریم ببینیم تمرین اول بخش اولش چی داره میگه. الیامل جای خالی، روز چندم، چون میگه عدد ترتیبی قرار بده دیگه، اون چندمش رو من نمیدونم چیه. من ایام الاسبوع یوم الاحد. بچه این در واقع روزهای هفته به زبان عربی بر پایه شماره است. ما تو فارسی هم میگیم، حالا شنبه رو که داریم میگیم، بعد میگیم یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، درست شد؟ و خدمتون عرض شود که در زبان عربی حالا اون شنبه رو که یه واژه براش جدا داره، بقیه بر اساس یک دو سه چهار در واقع داره، شبیه فارسی هستش. خب احد به معنای یک شنبه است، یوم الاحد میشه یک شنبه. خب میگه روز چندم هفته است روز یک شنبه. خب شنبه یک شنبه میشه روز دوم. اگر روز دوم دارم، پس من باید این ال رو که اینجا دارم، عدم که اینجا دارم استفاده میکنم، بگم ال الثانی، پس میشه یوم الثانی، یعنی روز دوم. من ایام الاسبوع یوم الاحد. حالا ترجمهش هم که بهتون گفتم دیگه، روز دوم از روزهای هفته روز یک شنبه هستش، یوم الثانی. خود ثانی که خب عدد ترتیبی هستش، چون مذکر بود ما اینجا باز هم چی آوردیم؟ مذکر آوردیم. حالا ثانی جزء اون عددهایی هست که اون نشانش رو ظاهر نمیشه، وگرنه مثل این که اوداش اونم باید چی می آوردیم؟ برایش او استفاده میکردیم. دوباره الیامال روز چندم، نمیدونیم چندم. من ایام الاسبوع یوم الخمسین، خمسین یعنی چی؟ یعنی پنج شنبه. حالا باز به همین ترتیب بشماریم، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه. پس روز ششم بعد بگیم، و بگیم روز ششم از هفته میشه روز پنج شنبه. ششم به معنای چی در واقع چی میشه عربیش؟ میشه سادس، الیام و سادس. دوتاشون که ال دارن، دوتاشون هم مذکره، چون یا مذکر بود من سادس رو آوردم، سادست رو نیاوردم، و چون این او داره این رو هم بعد او براش استفاده کنیم. الیام سادسو من ایام الاسبوع یوم الخمیس، یعنی روز ششم از روزهای هفته روز پنجشنبه هستش.
بریم به سراغ شماره 3. الفصل ال، یعنی فصل چندم، نمیدونم چی. فصلت الایرانیه فصل شتاء، میگه روز فصل چندم، نمیدونم چه فصلی، فصل چندم شما، عدد شما میخواییم بذاریم، در سال ایرانی فصل زمستان است. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. پس فصل چهارم میشه الفصل رابع. جفتشون ال دارن، جفتشون مذکرن و وقتی با او شروع شده اینجا هم بعد او داشته باشیم. الفصل رابع یعنی فصل چهارم در سال ایرانی فصل زمستان است. شماره 4 رو داریم نگاه میکنیم، بازم دوباره الفصل ال، فصل چندم، نمیدونیم. فصلت الایرانیه فصل خریف، خریف به معنای پاییز هستش. دوباره میگم بهار، تابستان، پاییز. پس فصل چیه؟ فصل سوم هست، میشه الفصل ثالث. دوتاشون ال دارن، دوتاشون مذکرن و چون این با او شروع میشه اینجا هم برایش باید او استفاده بکنیم. الفصل ثالث و فصلت الایرانیه فصل خریف. فصل سوم در سال ایرانی فصل پاییز است. و برسیم به سراغ آخرین تمرین است، از تمرین ثانیمون. شماره 5. یأخذ الفائز الاول جائزة ذهبية و الفائز برنده چندم، نمیدونیم، جائزة فضیة. خب اگر که مسابقه برقرار می شود، نفر اول مدال طلا می گیرد، جائزة ذهبية یعنی جایزه طلایی، حالا ما میگیم مدال طلا. نفر دوم مدال نقره میگیره، جایزتون فضیه میشه جایزه نقره ای. حالا جایزه نقره ای بهش میگیم چی؟ مدال نقره داره میگیره. نفر چندم جایزه نقره ای میگیره یا مدال نقره میگیره؟ نفر دوم. پس میگه الفائز الثانی، الفائز الثانی. اینجا گفتیم الفائز الاول، الاول عدد ترتیبی هستش و جفتشون هم که مذکرن و جفتشون هم که در پایانشون نشانه مرفوعی داریم، او داریم، و به همین ترتیب الفاعز و ثانی هم داریم، بازم جفتشون مذکره، به شکل مذکر اومده و مرفوع هم هستن. میگه نفر اول یا برنده اول جایزه طلایی و نفر دوم یعنی برنده دوم جایزه نقره‌ای یأخذ و میگیرد. اینم از تمرین ثانیمون. بریم تمرین رو با هم ورق بزنیم که شک جایگاهش رو توی کتاب ببینیم و بعد برگردیم و ادامه بدیم. بریم به سراغ تمرین ثالثمون. تمرین ثالث داره صورت سوال چی میگه؟ میگه ضعف دائره العدد المناسب، میگه در دایره عدد مناسب رو قرار بده. بچه این تمرین از اون تمرین های واژگانی هستش که بر پایه المعجم شما تو کتابتون اغلب، تو درساتون اغلب میاد. این تمرین شما دارین میبینید، یه ستون داریم با واژه هایی که در سمت راست نوشته شده و ما بعد معانیشو بلد باشیم. از نشاط به معنای فعالیت، از دوام به معنای ساعت کار، الحصه به معنای زنگ یا همون در واقع زنگ کلاس در واقع داریم میگیم، الهاتف به معنای تلفن، الاقتراح به معنای پیشنهاد و المواطن به معنای خدمتون عرض شود که مثلا همشهری یا هموطن میتونیم به استفاده کنیم، شهروند میتونیم استفاده کنیم. در مقابلش توضیحات اومده، خب برعکسی المعجمه. خب من هر کدوم از این توضیحات رو باید بخونم، به فارسی برگردون کنم، معناشو ببینم چی هستش، با توجه به معنایی که داره یکی از اون واژه ها رو انتخاب کنم. توضیح راجع به اون واژه عربی هستش. حالا به طبع اگر که درش عددی هم وجود داشته باشه که من نمیبینم عددی وجود داشته باشه، به روال تمام این کارهایی که داریم انجام میدیم توی این کتاب و بعد آنالیز بکنیم قواعد، اینجا عددها رو هم بررسی خواهیم کرد. بریم از جمله اول شروع بکنیم. اعطاء حل و بیان طریقه للقیام بالعمل. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع دادن راه حل و بیان راهی برای انجام کار.
چی میشه؟ راه داریم میدیم، یه راهی داریم چیکار میکنیم؟ پیشنهاد میدیم. پیشنهاد چی میشه؟ میشه الاقتراح. پس اعطاء حل و بیان طریقه للقیام بالعمل در واقع توضیح عربی هست برای واژه الاقتراح. به سراغ دومیش میان که همون شماره 5 هست که اونجا قرار گرفته. آلتون لنقل الاصوات من مکان الى آخره. میگه وسیله برای انتقال صداها از محلی به محل دیگر است. وسیله برای انتقال صداها از محلی به محل دیگر کدوم یکی از اینایی بود که ما دیدیم با هم دیگه؟ الهاتف به معنای تلفن هستش. پس در خط دوم توضیح هست برای الهاتف تلفن، صداها را از جای به جای دیگر منتقل می کنند. بریم سراغ خط سوم. ساعات العمل للموظفین والعمال، یعنی ساعتهای کار. ساعات العمل، ساعتهای کار برای کارمندان، للموظفین والعمال یعنی کارگران. ساعتهای کار برای کارمندان و کارگران، کسانی که حقوق ثابت دارن، میشه همون ساعت کار دیگه. کدوم بود ساعت کار اینجا؟ الدوام. الدوام به معنای ساعت کار که شماره 2 هستش. بریم خط بعدی و توضیح بعدی رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. هو الذی یعیش معنا فی وطن واحد. میگه کسی که، هو الذی، او کسی است که همراه با ما در یک وطن زندگی میکند. او کسی است که همراه با ما در یک وطن زندگی میکند. هم وطن، هم شهری، شهروند میشه المواطن شماره 6. الان اینجا دو تا داریم دیگه، النشاط داریم و الحست داریم. ببینیم توضیح مربوط کدوم هستش. عملان به تحرک و سرعتن، یعنی کاری، انجام کاری با در واقع سرعت و حرکت. النشاط به معنای فعالیت هستش. پس خط آخر توضیح هست راجبه النشاط. به سراغ تمرین رابع میریم. الحصت هم که گفتیم برنامه زنگ یا قسمت که برحال اینجا جزو این توضیحاتی که اینجا گفتیم نبود. به سراغ تمرین رابع داریم میریم. عنوان تمرین داره به ما میگه ضعف الفراغ کلمتا مناسبتا من الکلمات تالیه. میگه در جای خالی کلمه مناسب کلمات زیر را قرار بده. جملات نوشته شده، آیه قرآن درش هستش و جملات دیگه هستش که اینجا بخشی از اون رو حذف کرده و یکی از این در واقع واژه‌ها که بعضی از اونها عدد هم هست مثل عشرو یا خمسین که بعد اونجا چی بشه؟ در اونجا باید قرار بگیرد. در این حال که بعد با توجه معنا ما این رو پیدا میکنیم و اونجا قرارش میدیم، در این حال هم بررسی معنایی و بررسی قواعدی که عدد هستن درش میشود. بیایم اینجا نگاه کنیم با هم دیگه. اولی آیه قرآنه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا جای خالی آمن. خب من اصلا احتیاج به بقیه جمله ندارم، با همین تکلیف هم معلوم میشه، مخصوصا که اینجا برای مشخص کرده که باید تبدیل بشه به 950 سال که در واقع طول عمر نوح هست به اعتبار قرآن. الف به معنی هزاره، پس الف سنتن میشه هزار سال. الا بجز، خب هزار سال الا بجز چقدر سال که بشه 950 سال؟ یعنی چند سال من از هزار سال کم بکنم که بشه 950 سال؟ میشه 50 دیگه. بعد هم اینجا ما فقط دوتا عدد بیشتر داریم که 10 داریم، یکی 50 داریم دیگه، درسته؟ پس میشه چی؟ میشه 50. الف سنت الا 50 آمن، یعنی خدمتون عرض شود که هزار سال بجز 5، هزار سال بجز 50 سال که میشه 950 سال. اینجا 50 رو قرار میدیم. و اینجا جالبه که از دوتا واژه‌ای که برای سال استفاده میکنیم اینجا استفاده کرده. یکی سنت سال هست به در واقع که مؤنثه و یکم عام هست که چی هستش؟ مذکره. به سراغ بعدی میریم. خب اون ترجمهش هم مشخصه دیگه. میگه قطعا نوح را
به سوی مردمش فرستادیم، پس در بین آنها فیهم، در آنها یعنی در بین آنها، در کنار آنها 950 سال باقی ماند. بریم به سراغ جمله بعدی که این هم آیه قرآن هست. من جا ابل حسنته فلهو جای خالی امثاله ها. میگه هر کس جا به، بچه ها به معنی آورده، جا میشه آمد، اگر بعدش به بیاد فعل متعدی میشه، معنیش میشه آورد. هر کس نیکی بیاورد، یعنی چی؟ یعنی نیکی کند. فلهو، پس برایش چه دارد؟ یه عددی مثل عشرو که خمسین اونجا گفتیم دیگه، فقط عشرو مونده. خب یه عددی مثل آن برایش هست، یعنی هر کس یکی نیکی کنه 10 نیکی میبینه، 10 برابر. من جا ابل حسنت فلهو عشرو امثاله ها. پس اینجا ما عشرو اینجا قرار میدیم. میگه هر کس نیکی کند 10 برابر، 10 تا مانند آن را دارد، یا 10 تا مانند آن را به او در واقع میدهیم، که ترجمهش هم گفتم بهتون دیگه. سه رو نگاه کنیم با هم دیگه. سافرنا الی قریتن، میگه به روستایی سفر کردیم، به روستایی سفر کردیم. لأننا، زیرا ما، برای اینکه ما به حاجت الی، نیازمند چی بودیم؟ الهدو اعمدتن اخبرونا که نمیتونه باشه، اسم بعد باشه، نیازمند الا، چون اینجا حرف جره، پس ما مثلا اخبرونا رو نمیتونیم اونجا قرار بدیم، یمتلکو و فرغت رو نمیتونیم قرار بدیم. نیازمند آرامش بودین منطقیه، در این حال که اینجا الان شما میبینید که نشانه مجروری هم داره که بعد از الا اومده، درسته؟ الهدو و حجرتون و مزیاف با توجه به نشانه پایانیش هم مثلا هیچ کدوم نمیتونم باشم، معنیش هم بهش نمیخوره، پس ما الحدور رو قرار میدیم. میگه به روستایی سفر کردیم زیرا ما نیازمند به آرامش بودیم. شماره 4 رو نگاه میکنیم با هم دیگه. اجیران، جای خالی، به ما حدث فشاره. خب اینجا با توجه به واژه هایی که داریم، اینجا این ستایی که مشخص کردیم اینجاست، اینجا با توجه به واژه هایی که داریم میتونیم چی رو قرار بدیم؟ میتونیم اخبرونا رو قرار بدیم. خب چون جیران در واقع جمعه، یعنی همسایه ها، جمع مکسره. خب پس تنها فعلی که اینجا میتونه قرار بگیره اخبروه که جمع باشه. شاید من میخواستم یمتلکو یا فرغت رو قرار بدم در آخر این بخش، که هیچ کنون اینا جمع که نبودن که، درسته؟ پس من تنها فعلی که اینجا دارم که جمع هست که میتونه به جیران برگرده، به خدمتون عرض شود که همسایه ها برگرده، یه فعل جمع هست که اخبروه. از جیران اخبرونا به ما حدثف شاره، همسایه ها ما را خبر کردند، آگاه کردند، به ما خبر دادند آن چیزی رو که در خیابان اتفاق افتاد. همسایه‌ها به ما گفتند اون چیزی رو که در خیابان اتفاق افتاد. شماره 5 رو داریم به همین ترتیب. انزل العامل البضائع ف، جای خالی، از سیارتو. ببین از سیارتو چی هستش؟ مرفوعه. پس بعد از ف یه جمله‌ای داره شروع میشه، فعل یا اسم. اسم که نمیتونه باشه، واسه اینکه از سیارت داریم اینجا، درسته؟ یعنی اینجا اگر قرار باشه اسم باشه و خبر بخواد اینجا قرار بگیره، خبر باید چی باشه؟ خبر باید خدمتتون عرض کنم نکره باشه. پس میگم فرغت از سیاره، از سیارت مرفوعه، بعد فاعل جمله باشه، مؤنثه، پس فعلی که اینجا قرار میگیره باید مؤنث باشه. ببین من دارم بهت یاد میدم که حتی اگر من معنیشم بلد نباشم بتونم واژه رو از اون بالا انتخاب کنم اینجا قرار بدم. ما اینجا فقط دو تا فعل دیگه دارم، یمتلکو و فرغت. حالا تا اگر اخبرونا رو هم بخوایم در نظر بگیریم، اگر من از سیارت رو بگیرم فاعل، که فاعله با توجه به نشونه هاش، باید یه فعل استفاده کنم که مفرد و مؤنث باشه، مثل فرغت. انزل العامل البضائع، یعنی کارگران کالاها را پیاده کردن، پایین آوردن، پس ماشین خالی شد، پس خودرو خالی شد. کارگر
گفتم کارگران، اگه گفتم اشتباه گفتم، الان به نظرم گفتم کارگران، کارگر عمال میشه کارگران. کارگر کالاها را پایین آورد، پس خودرو ماشین خالی شد. بریم به سراغ جمله ششم. هل جای خالی ابو که ارزن فلغریه، ابو که ارزن فلغریه. اینجا هم باز دوباره از شکل جمله میفهمیم که اینجا بعد یه فعل قرار بگیره دیگه، که ابو در واقع اینجا پدر در اینجا چی بشه؟ فاعل باشه. تنها فعلی که من اینجا دارم یمتلکوه، که انظر تعداد جنس هم میخونه دیگه، یعنی مفرد مذکر هستش. هل یمتلکو ابو که ارزن فلغریه؟ آیا پدرت ابوکه زمینی در روستا دارد، مالک است؟ آیا پدر از زمینی در روستا دارد، مالک است؟ و شماره هفت که بین سه تا واژه‌ای که داریم یک کدوم باید قرار بگیره، باز هم از نشانه این واژه‌ای که بعد از جای خالی هست میتونیم بفهم که کدوم یکی از این اسما میتونه قرار بگیره. لیست فی الفندق، در هتل نیست. چیه خالی در هتل نیست؟ اتاقی خالی در هتل نیست. حجرتون فارغتون، از اونجایی هم که این صفتش هستش، اون چیزی که بعد قرار بگیره بعد اون داشته باشه، مثل فارغتون و مؤنث باشه. احمدتن نمیتونه باشه و مزیاف هم نمیتونه جوابش باشه. میگه در هتل فلفندق اتاقی خالی نیست یا وجود نداره. خب اینم از تمرین رابعمون. بریم به سراغ تمرین خامس که میگه ترجم العبارات تالیه. میگه عبارت های زیر رو ترجمه کن. بر سر تمام جملاتی هم که داره یه هل تعلم و انه میتونیم بیاریم. آیا میدانی که؟ هل تعلم و انه، یعنی آیا میدانی که؟ اونا رو میتونیم به همون شکل بیاریم و اتفاقا بعضی هاشون هم واقعا اطلاعات عمومی خیلی خوبی دارن که من باور کنید که خیلی از اینا رو تو همین کتاب خوندم، فهمیدم و یاد گرفتم و خیلی بعضی از اینا رو واقعا نمیدونستم. بیایم از شماره یک شروع کنیم. آیا میدانی که ترجمه هل تعلم انه است؟ از شماره یک شروع کنیم. ببین هل تعلم انه بر سر این میادا. هل تعلم انه الکلب یقدر علی السماء صوت الساعه من مسافت 40 قدمن؟ بیا بعد ترجمه ها رو با هم دیگه کار بکنیم. تو هر کدوم از اونا که ترجمه کار میکنیم اگر عددی وجود داشته باشد که دارد، راجع به عددهاش هم صحبت خواهیم کرد. خب بیا بعد ترجمهش. آیا میدانی که سگ الکلب میتواند یقدر علی صدای ساعت را، صوت ساعه، از فاصله من مسافت 40 قدمی 40 قدمان بشنود؟ در واقع اینجا یقدر علی سماع یعنی میتواند شنیدن صدای فلان رو، یعنی شنیدن را میتواند. شنیدن را میتواند که در فارسی نمیگیم، که در فارسی میگیم میتواند بشنود. پس آیا میدانی سگ میتواند صدای ساعت را از فاصله 40 قدمی بشنود؟ بلکه میگیم فرکانس اون گوشه، فرکانسی که گوشه سگ میشنوه با فرکانسی که ما میشنویم خیلی متفاوته. برای من از فاصله خیلی دور هم میتونه این رو صدا رو بشنوه، حتی صدای ساعت رو. راجبه 40، بچه ها 40 معنی 40 عدد عقود هستش. 20 30 40 50 60 70 80 90 بهشون میگیم عقود. خود 20 30 40 50 60، نه بینشون. و اینجا عدد اصلی عقود هم هست 40. به همین دلیل هم شما بعدش قدمن دارین که اسم در واقع مفرد و منصوبه. اگر قرار بود 40 به معنای 40 باشد، بعد مثلا به جای اینکه من بگم 40 قدم بگم قدم 40، میشد القدم الاربعین یا القدم الاربعون، درسته؟ بعد با ال استفاده میشد و بعد بعدش استفاده میشد. خب بریم سراغ شماره 2. بازم اینجا جای خالی داره اولش، یعنی باز هل تعلم و ان نداریم. هل تعلم و ان نملت تقدر على حمل شیء یفوق وزنها 50 مرتن؟ خب باز دوباره اینجا شما یه عدد داری اینجا 50. حالا این عدد 50 رو میذاریم بعدم راجبش صحبت خواهیم کرد دیگه. اول بریم به سراغ ترجمهش. آیا میدانی که
مورچه النملتو میتوانه تقدر علا چیزی 50 برابر 50 مرتن بالاتر از وزنش یفوق و وزنها حمل کند. باز هم اینجا همینطوره ها، تقدر علا حمله یعنی میتواند حمل کردن چیزی، تقدر علا حمل شیئن میتواند حمل کردن چیزی که برتری دارد وزنش 50 برابر. این لغت به لغتشه. آیا میدانید که مورچه میتواند حمل کردن چیزی که برتری دارد وزنش 50 برابر؟ خب نمیگیم این شکلی در فارسی، که به جای اینکه بگم میتواند حمل کردن میگم میتواند حمل کند، بقیهش که همون شکله. آیا میدانید که مورچه میتواند چیزی 50 برابر بالاتر از وزنش را حمل کند؟ یعنی اگر من نمیدونم این مورچه وزنش چقدره، اگه مثلا 5 گرم باشه 250 گرم، 5 گرم که نمیتونه باشه، اگه مثلا 1 گرم باشه 50 گرم میتونه با خودش چیکار کنه، حمل بکنه و ببره. خدمتتون عرض شود که 50 به معنی 50ه، همونطور که اینجا هم دیدیم 50 هم مثل همون 40 که تو شماره 1 دیدیم یه عدد عقود هست و عدد اصلی هم هستش، برای بعدش هم مرتن داره میاد که خدمت عرض شود که مفرد و منصوب داره استفاده میشه. بریم به سراغ شماره 3 و باز با هل تعلم و ان میاد. هل تعلم و ان 80 فعل معت من موجودات العالم حشرات. اینجا ما دو تا عدد داریم، یکی 80 یکی المعت. 80 به معنای 80 و معت به معنای 100. آیا میدانی که 80%؟ ببین پس 80% یعنی 80 بخش از 100 بخش، 80 80 تا در 100 تا، درسته؟ همون در هم دقیقا تو فارسی هم همین رو میگیم، 80 در 100 80 فی المعت. از موجودات جهان من موجودات العالم حشرات، حشراتون هستند، هستند که ما نداریم در عربی، که همین که تو جمله مفعول وجود ندارد است و هستند و هستیم و اینا رو چکار میکنیم بهش اضافه میکنیم. آیا میدونی 80% موجودات جهان حشرات هستند؟ تمام جانداران دیگر به جز حشراتی که داریم میبینیم شامل 20% میشن. 80 هم باز دوباره یک عدد عقود هست و اینجا در واقع به معدودی اضافه نشده است، به معنای به معدودی اضافه نشده. فلمعت حالا یه جار و مجرور هست در صد، که اینم به معنای صده، اینم در واقع به معدودی اضافه نشده. مثل همون 4 عمل اصلی که داشتیم که حل کردیم با هم دیگه، عدد به طور مستقل اومد، اینجا عدد به طور مستقل میاد که به معنای 80% هستش. شماره 4 رو با هم دیگه داریم میبینیم در ادامه تمرین خامسمون. هل تعلم ان طول قامت زرافه 6 امتارن؟ 6 باز اینجا عدد هست، عدد اصلی هستش و 3 تا 10 به معنای 6. آیا میدانی که اندازه قد زرافه، طول قامت زرافه 6 متر است؟ آقا امتار اینجا مگه نگفته جمع متر؟ آره پس چه گفتی 6 متر، نگفته 6 مترها، 6 مترها نمیگیم که. بعدم اینکه شما حواست نیست مثل این که من گفتم عدد اصلی 3 تا 10 خب به چی اضافه میشه؟ به معدود اضافه میشه که معدودش جمعه و مجروره، متر جمع شده امتار، مجرور هم هست شده امتاره. بعد من تو فارسی جمع به کار میبرم مگه؟ میگم 6 مترها مگه؟ میگم 6 متر دیگه، تمام میشه میره، درست شد؟ پس میشه همون 6 متر. شماره 5 و آخرین بخش از همین اتمن الخامسمون هستش دیگه. هل تعلم ان الغراب یعیش 30 سنه او اکثر؟ آیا میدانی که کلاغ الغراب 30 سال 30 سنه یا بیشتر او اکثر، یا میشه او بیشترم که میشه اکثر، زندگی میکند؟ یعیشو آیا میدونی که کلاغ 30 سال یا بیشتر زندگی میکند؟
خدمت شما اجازه سلاسین، باز تو این مثال ما خیلی عدد عقود داشتیم دیگه، سلاسین هم یه دونه دیگه از همون عددهای عقودمون هستش که اونه و اینه بهشون به اونه یا اینه ختم میشه و اینجا هم عدد عقود مثل بقیه اونایی که تو این مثال تو این تمرین خامس داشتیم عدد عقودی است که به عنوان عدد اصلی استفاده میشه نه به عنوان عدد ترتیبی. سلاسین سنتن میشه 30 سال. اگر مثلا بخواستم بگم سال سیوم داستان فرق میکرد، از سنت از سلاسین یا از سلاسون استفاده میکردیم. خب اینم از تمرین خامسمون، به سراغ تمرین سادس میریم. بریم از روی کتاب با همدیگه ورق بزنیم جایگاهشو در کتاب نگاه کنیم از تمرین سادس رو که تمرین ششتایی هست و به شکل تست داره میاد و به طب راجع به عدد هستش. میگه عین العدد اول معدود از صحیح للفراغ، میگه عدد یا معدود درست رو برای جای خالی مشخص کن، انتخاب کن. معدود اون اسمی بود که همراه با عدد داشت میمد. بریم از جمله اول شروع بکنیم که به شکل تستی هم هست. ببین به جای اینکه من جمله رو بخونم یه شکل دیگه اینو من برات حل میکنم، بعد جمله رو با هم دیگه معنا خواهیم کرد. ببین یکی اشرت اومده، یکی العاشر اومده. اشرت عدد اصلی به معنای ده، العاشر عدد ترتیبی به معنای دهم. خب اگر من بخوام اینو قرار بدم در جایی بخوام قرار بدم، باید به معدودش باید توجه کنم دیگه. معدودش صفوفن هست. اول از همه که یه عددی هستش که به شکل جمع و مجرور اومده و عدد هم قبلش داره قرار میگیره، عدد ترتیبی که باید کجا میواد، باید بعد از معدود میواد. شما میگوتی عدد سال سالس، عدد سال عاشر. خب پس اینجا وقتی که قبلش داره قرار میگیره و خودش هم جمع و مجرور هستش، مسلمن جوابش عشرت هستش دیگه، نه العاشر. و ترجمهش خب فل استفاو سباهی یعنی چی؟ یعنی در صف صبحگاهی وقفنا ایستادیم فی عشرت دیگه، گفتیم چه عشرت میشه، عشرت در ده صف ایستادیم، در صف صبحگاهی در ده صف ایستادیم. بریم به سراغ شماره دو. باز هم اینجا احد عشره رو ما داریم که عدد اصلیه و به معنای یازده هست. پس بنابراین اون معدودی که میخواییم اونجا استفاده کنیم، گفتیم از 11 تا 99 همشون باید حتما چی باشد؟ مفرد و منصوب باشد. لاعبی نداریم و لاعبن کدومشون مفرد و منصوب هست؟ مسلمن لاعبن مفرد و منصوب هستش. حالا اینجوری میشه یلعب احد عشره لاعبن فی فریق کرت القدم، میگه 11 لاعبن بازی کن در تیم، فریق میشه تیم، کرت القدم میشه فوتبال، در تیم فوتبال بازی میکنن. 11 بازیکن در تیم فوتبال بازی میکنن. به سراغ شماره 3 داریم میریم. اینجا هم باز 4 داریم، عدد اصلی به معنای 4 و معدودش رو استفاده نکردیم، که اینجا معدودش رو به شکل تستی میخوایم چیکار کنیم، مشخص کنیم تست دو گزینه که جنود قرار بدیم یا جندی قرار بدیم. خب عدد 4 3 تا 10، عدد 3 تا 10 معدود جمع و مجروره. کدوم یکی از اینها جمع و مجرور هست که جمعش هم جمع مکسر هستش و مجرور هم شما میبینی که هستش؟ چی؟ جنودن. پس چی میشه؟ جنود به معنی جندی میشه سرباز، جنودن میشه سربازان. ولی وقتی من میگم 4 جنودن میشه 4 سرباز. واقفون ایستادند امام باب المنظمه جلو در سازمان یا پادگان، هرچی. میگه 4 سرباز جلوی در پادگان یا جلو در سازمان ایستادند. به سراغ شماره 4 داریم میریم. تیار الکهربا فی یه عددی همراه با حجراتن مقطوع. حجرات جمعه، این انش هم که نشون میده که این چیه؟ مجروره. وقتی جمع و مجروره، وقتی قبلش یه دونه عدد قراره بیاد نه بعدش،
پس یه عدد اصلی بعد اینجا قرار بگیره، نه عدد ترتیبی. و اتفاقا چون معدودش جمع و مجرور، اون عدد اصلی ما باید بین 3 تا 10 باشه، مثل 4، مثل 4 که اینجا ما داریم ببینیم. پس چی میشه؟ تیار الکهربا فی 4 حجرات مقطوع. بیا معنی کنیم با هم دیگه. تیار الکهربا یعنی چی؟ یعنی جریان برق. جریان برق در 4 اتاق قطع شده است. جریان برق در 4 اتاق قطع شده است. به سراغ شماره 5 بیاید. جای خالی اسنان. عدد رو اینجا استفاده کردیم، اسنان که عدد اصلی هست به معنای 2، و قبلش هم باید یه معدود اینجا استفاده کنیم. گفتیم بین عدد، در واقع توی عدد 1 و 2 اصلیمون، به معنی 1 و 2، باید از همدیگه کاملا تبعیت کنن. پس چیزی که من اینجا میخوام قرار بدم، هر اسمی که میخواد باشه باید حتما چی باشه؟ باید حتما این مثل اسنان آخرش آنه داشته باشه، مثنا و مذکر باشه. پس بین قمران و اقمار، قمران رو انتخاب میکنم. قمران اسنان حول کوکب المریخ. دو قمر، دو ماه پیرامون سیاره مریخ است. به این مثلا اینجا میتونست بگه قمران حول کوکب المریخ، از جانب اسنان نداشت، یعنی دو تا ماه دو تا قمر پیرامون سیاره مریخ است. ولی وقتی که اسنان رو استفاده میکنه، داره توجه به دوتا جلب میکنه. دو تا ماه پیرامون سیاره مریخ میچرخه. چرا؟ چون ما همیشه عادت کردیم قمر ماه یه دونه است دیگه، ما تو زمین شب یه دونه ماه بالا آسمون هست دیگه. اینی که برامون تعجب آوره که در یه سیاره دو تا ماه وجود داشته باشه، که میتونه باشه در هر صورت، که در سیاره مریخ هم به همین ترتیب هست. اینی که اسنان رو میاره که توجه به اون دو تا بودن جلب کنه، نه اینکه ماه پیرامون یه سیاره داره میچرخه، حالا دو تا هست یا چند تا هستش. بریم به سراغ شماره 6 که در واقع جمله پایانی تمرین سادسمونه و جمله پایانی در واقع تمرینات درس 2 ما هستش. باز دوباره مثل همون اسنان که داشتیم، واحدت رو اینجا داریم که عدد 1 میشه و قبلش باید یه معدود اینجا استفاده بکنم، چون بعد از همدیگه تبعیت بکنه. معدود من باید حتما مثل واحدت مفرد باشه و مؤنث باشه. بین انبوبه و انابیب مسلماً انبوبتون رو انتخاب میکنم که میشه در واقع مفرد و مؤنث. انبوبتون، انبوبتون واحدتون فی الحدیقت مغلقت. خب لوله آب دیگه، شیر آب دیگه، میگه یک شیر آب، یک لوله در باغ، در باغ که حالا میتونه پارک باشه، مغلقن بسته است. یک شیر که اینجا در رجبه در واقع واحدت رو که میاره، چون میتونست اینجا فقط بگه انبوبتون فی الحدیقت مغلقه، یعنی یک شیر در باغچه هستش خدمتون هستش بسته است. ولی خب اینجا رجبه اون یه دونه بودن داره صحبت میکنه. تمرینات تموم شد، ولی یه بخشی داریم بچه ها به اسم البحث العلمی. این بخش البحث العلمی رو خدمتون عرض شود که چیزی هستش که همیشه در واقع جزء بارم سوالات شما هیچ وقت نیست، تمرین به خصوصی هم نیستش. این برای این در واقع آورده میشه که اگر شما در کلاس درس میخواین حاضر بشین، یا معلمتون مثلا به شما یه کاری داره انجام میده، شما میخواین یه کار اضافه‌ای براش انجام بدید، میتونید اون بخش البحث العلمی که برنامه پژوهش علمی هست شرکت بکنید و نمره مستمر بیشتری ازش بگیرید. من فقط براتون میخونم که این چی هست و به چه معنا هستش و اگر قرار شما انجام بدین چه کاری باید انجام بدی و تمام. ولی این به عنوان تمرین و به عنوان اینکه مثلا از اینجا بخواد سوالی برای شما بیاد قطعا نیستش. البحث علمی، پژوهش علمی، اکتب آیتن او حدیثن او نصن به لغت العربیه حول مسئولیت جمیع المواطنین به نسبت لثروات الوطن والمرافق العامه والآثار تاریخیه و اکتب ترجمت حل فارسیه والانجلیزیه مستعیناً به معجمن. میگه یک آیه یا حدیث یا متن به زبان عربی بنویس
پیرامون مسئولیت همه هموطنان، همه شهروندان نسبت به ثروت‌های وطن و مرافق العامه که میشد چی؟ که میشد همون در واقع وسایل عمومی، چیزهای عمومی که ما استفاده میکنیم و آثار تاریخی و اکتب ترجمتها و ترجمه آن را به فارسی و انگلیسی بنویس با کمک معجم، با کمک لغتنامه. و اینجا هم یه تصویر خیلی زیبایی داریم از پارکی در شهر زیبای تبریز. موفق باشین بچه ها. ما اینجا جلسه سوم درس دومون که تموم شد، درس دوی عربی دهمون اینجا به پایان رسید، ولی کار ما همچنان ادامه دارد. درس سه، چهار تا پایان کتاب من همراه شما هستم با همین شیوه که در درس یک و دو پیش رفتیم. میتونید به عنوان تمرین دوباره فیلم رو قطع کنید، تمرین ها رو حل بکنید و دوباره بشنوید که ببینید آیا تمرین ها رو دقیق و درست حل کردید، نکات رو پیدا کردید یا خیر. موفق باشید، خیلی زود میبینمتون با درس سوم از عربی ده انسانی. موفق باشید، خدا نگهدارتون.